سلام، با 180 ثانیه جمعه 12 بهمن ماه همراه ما باشید. رئیس اتحادیه قنادان تهران اعلام کرد که از این پس قیمت شیرینی با احتساب وزن کارتون محاسبه می شود. علی بهره‌مند گفت بر اساس آمار فعلی ما به دلیل کاهش توان خرید مردم میزان فروش قنادان در تهران بیش از 40% کاهش داشته است. قیمت کاغذ و مقوا حدود 400% و آرد و روغن هم حدود 50% افزایش قیمت داشته است. در آستانه 40مین سالگرد انقلاب 57 در ایران، وزیر امور خارجه ایالات متحده در پیامی توییتری کارنامه جمهوری اسلامی را 40 سال شکست و ناکامی توصیف کرد. در این پیام آمده است حتی رئیس جمهوریتان حسن روحانی به 40 سال شکست رژیم ایران اعتراف می کند. نیاز نبود اینطور باشد، اما رژیم حاکم شما همواره ایدئولوژی را بر منافع و رفاه مردم ایران ترجیح داده است. شرکت توییتر اعلام کرد هزاران حساب کاربری جعلی را که گمان می رود به ایران، روسیه و ونزوئلا مرتبط بودند مسدود کرد. جامعه اطلاعاتی آمریکا در گزارش سالانه خود نوشته بود که ایران در صدد تقویت قابلیت حمله های سایبری است تا امکان حمله علیه زیرساخت های حیاتی آمریکا و کشورهای متحد آن را فراهم کند. برخی منابع روز جمعه از فرار تورج اسماعیلی مشاور ارشد بخش سایبری در شورای عالی امنیت ملی و عضو ارشد سازمان پدافند سایبری و موشکی به خارج از ایران و پناه بردن وی به یکی از سفارت‌های غربی در ترکیه خبر دادند. طبق این گزارش او صدها سند و مدرک سری و اطلاعات مهم از سازوکارهای سایبری ایران را به همراه خود از کشور خارج کرده است. عطابک جعفری مدیرعامل آب منطقه‌ای استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد که حجم فعلی مخزن سدهای سیستان و بلوچستان 48% کاهش آبی نشان می‌دهد و بحران آب در این استان به مرز هشدار رسیده است. به گفته او 4007 روستای سیستان و بلوچستان فاقد شبکه آبرسانی هستند و بحران آب در این نقطه از ایران در حد زلزله‌ای خاموش است. مقام‌های آمریکا اعلام کردند سازمان آمریکایی توسعه بین‌المللی تمامی کمک‌های خود به فلسطینیان در مناطق اشغال شده کرانه باختری رود اردن و غزه را قطع کرده است. مارشال بلینگزی دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا در بخش مبارزه با تأمین مالی اقدامات تروریستی به حزب الله لبنان هشدار داد از حضور در دولت جدید لبنان سوء استفاده نکند.